بهترین درودها بر شما همیهنان میهنان ارجمندم در همه جای جهان بیننده برنامه شامگاهی آن سوی خبر هستید در سی دقیقه پیش روی با تازه ترین اخبار دریافتی از ایران و جهان همراه با نگاهی بر آخرین تحلیل ها و گزارش های برخی از مطبوعات و روزنامه های امروز تهران نخست مروری خواهیم داشت بر سرفصل اهم اخبار و عناوین برگزیده امشب عائله قتل مرزبانان ایرانی در سرحدات کشور با قتل هشت مرزبان در جنوب شرقی ایران در حمله افراد مسلح با توافق لرزان لوزان با تازه ترین اظهار نظر مقامات آمریکایی و همینطور بلا تکریفی رفع تحریم ها در حوزه منطقه‌ای استقبال مجلس وزرای کشور عربستان از توافق لوزان میان ایران و شش کشور طرف مذاکره سرفصل اهم مطالب منتخب و برگزیده ی امشب سهشنبه هجدهم فروردین ماه ایرانی است که در برنامه آن سوی خبر به سمع و نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک مروری خواهیم داشت بر شرح جزئیات اخبار برگزیده میگوشاییم تازه ترین ها و واکنش های داخلی منطقی و جهانی به تفاهم هستهی لزم نخست توضیح کاخ سفید در باره تحریم ها کاخ سفید اعلام کرد که مسئله زمان رفع تحریم های ایران و سرعت آن موضوعی است که در مذاکرات آینده درباره آنها بحث خواهد شد بنابر همین گزارش دولت باراک اوباما مخالف لغو تحریم ها در همان روزی است که توافق هسته احتمالی به اجرا گذاشته خواهد شد. <applause> به گزارش خبرگزاری رویترز، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفته بود که هنوز درباره جزئیات لغو تحریم ها توافقی صورت نگرفته است. به گفته ی آقای ارنست دولت ایالات متحده آمریکا قویا اعتقاد دارد که عاقلانه نیست تحریم ها همون روز اول کار کنار گذاشته شوند پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته بود همه تحریم ها و شش قطنامه ی شورای امنیت از روز اجرای توافق هسته ای لغو خواهند شد با این حال وزیر خارجه فرانسه نیز مسئله زمان رفع تحریم های ایران را بغرنج خوانده و تأکید کرد که در این باره هنوز توافقی نشده است در همین حال ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا توافق هسته احتمالی را توافقی برای همیشه نامید که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته ای خواهد شد بنابر گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس آمریکا آقای مونیز روز دوشنبه در کنفرانس خبری کاخ سفید اظهار داشت که این توافقی برای یک دوره زمانی تعیین شده نیست بلکه به یک معنا توافقی برای همیشه است با مراحل مختلف به گفته وزیر نیروی آمریکا توافق نهایی با ایران بر مبنای اعتماد نیست بلکه مبتنی بر یک سری الزامات سفت و سخت از جمله بازرسی های بی سابقه و شفافیت برنامه هسته ای ایران خواهد بود. آقای ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا همچنین در ادامه اظهارات خود می گفت تفاوت هایی که در نسخه های انتشار یافته از سوی ایران و آمریکا از تفاهم لوزان دیده می شود به علت تاکید های متفاوتی است که طرفین بر بخش های مختلف آن کردند وگرنه اختلافی عمیق میان طرفین بر سر محتوای آن نیست و اما نخستین باستاب با توافق ای در کشورهای منطقه با استقبال عربستان سعودی از بیانیه لوزان هیئت دولت عربستان سعودی بعد از جلسه روز دوشنبه در بیانیه ای ابراز امیدواری کرده است که توافق نهایی با ایران منطقه را از خطر سلاحهای کشتار جمعی و ای نجات میدهد پیش از این کشور پادشاهی عربستان سعودی از توافق با ایران و رفع تحریم ها تا حدودی ابراز نگرانی کرده بود این کشور در حال حاضر مشغول هدایت حملات هوایی اعتلاف اعراب علیه مواضع شیعیان شوریده حوسی در یمن است گروهی که گفته می شود مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند به گزارش خبرگزاری رسمی کشور عربستان سعودی، مجلس وزرای این کشور در بیانیه خود ابراز امیدواری کرده است که یک توافق قطعی و الزام آور با ایران، باعث تقویت امنیت و ثبات در منطقه و جهان شود. در این بیانیه تاکید شده است که ثبات در منطقه مستلزم رعایت اصول همسایگی و دخالت نکردن در امور کشورهای عربی است. ادامه آن سوی خبر با ادامه واکنش های مسئولین و شخصیت های جمهوری اسلامی با اعلام حمایت لاریجانی از بیانیه لوزان علی لاریجانی رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران از بیانیه لوزان در, با در برنامه توافق بر سر برنامه اتمی میان ایران و گروه پنج به علاوه یک اعلام حمایت کرده است آقای لاریجانی صبح روز دوشنبه در دیدار نوروزی با کارکنان مجلس می گفت خوشبختانه در ابتدای سال جاری تلاش های دولت در مسئله هسته دورنمای خوبی را نشان می دهد. و از طرف دیگر بیانیه مطبوعاتی لوزان که نتیجه مذاکرات چند ماهه اخیر است نشانه خوبی در خصوص حل مسئله هسته است. رئیس مجلس ایران گفته است امیدوارم در دو ماه آینده مذاکره کنندگان بتوانند در مذاکرات نیت ملت ایران را که همانا داشتن دانش هسته با ضوابط خاص خود است را برآورده سازند آقای لاریجانی می گفت مجلس از حرکت تیم مذاکره کننده حمایت می کند این رئیس مجلس اصولگرا تا حدودی گفته بود که برداشتن تحریم ها به اقتصاد کشور کمک می کند. رئیس مجلس همچنین می نمیگویم موضوع تحریم ها علت تام است. یقینا این مسئله بخشی از محورها و موضوعات است. اما به طور حتم مهمترین مسئله این است که تدابیر اقتصادی در داخل کشور به نحوی باشد که به رونق اقتصاد بیانجامد. این سخنان آقای لاریجانی در حالی ابراز می شود که پیش از این مقام های عالی رتبه ایران از تایید بر ضرورت برداشتن تحریم ها خودداری می کردن. در سویه های دیگر آن سوی خبر باز با مزامین هسته با انتقاد هاشمی رفسنجانی از گروه تنروی دلواپسان علی اکبر هاشمی رفسنجانی از منتقدان بیانیه لوزان درباره توافق بر سر برنامه هسته ای خواسته است تا در مسیر رسیدن به توافق نهایی کارشکنی نکنند رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام ایران گفته است که شاید بعضی ها منافع ملی را نادیده بگیرند و به خاطر اهداف سیاسی و باندی حرف های سرد کننده بزنند اما آنچه تا کنون به دست آمد افتخارآمیز است و باید مواظبت شود تا در مسیر رسیدن به توافق نهایی کارشکنی نشود و اما در همین رابطه و در این راستا روزنامه های زیادی نیز پس از یک هفته از اعلام بیانیه مشترک ایران با شش کشورهای های طرف مذاکره از برخورد تند و غیر اخلاقی افراد گرایان و دلواپسان تحلیل نوشتند و گرایه هایی داشتند و در سرمقاله شماره اصلی روزنامه ایران ارگان دولت به قلم آفرین چیت ساز در یادداشتی داشتی با عنوان آداب رفتار مخالفان ای در ایران و غرب به قیاس دو مدل و منش مخالفت های دو کشور ایران و آمریکا می پرداخت نویسنده در این راستا اشاره می کرد که هنوز قرائت بیانیه نهایی لوزان توسط خانم مویرنی و ظریف پایان نیافته بود که اولین صدای مخالفت در تهران برخواست آن هم با این ادعا که, که متن بیانیه ی طرف غربی با رئیس تیم هسته ایران تفاوت دارد وزیر امور خارجه ایران ناگزیر شد با حضور در استودیوی رسانه ملی تا پاسی از شب پاسخگوی ابهام هایی باشد که اغلب از بدخانی متن بیانیه توسط مخالفان صورت گرفته بود خبرهای خارجی و منطقه ای را پی میگیریم با تازه ترین رایزنی آمریکا با کشورهای منطقه حول گامهای لرزان لوزان در سوئیس. تمام سلام نخست وزیر لبنان و آنتونی بلینکن معاون وزیر خارجه آمریکا اصر دوشنبه در بیروت دیدار و درباره بیانیه سوئیس تحولات منطقه و به ویژه سوریه گفتگو کردند. به گزارش ایرنا بلینکن بعد از دیدار با تمام سلام در مصاحبه ای با خبرنگاران گفت که با نخست وزیر لبنان درباره بیانیه هسته که جمهوری اسلامی ایران و گروه پنج به علاوه یک پنجشنبه هفته گذشته در سوئیس اعلام کردند گفتگو کرده است آمریکا در روزهای اخیر در تماسی با کشورهای منطقه در پی تشویق آنها به حمایت از بیانیه توافق بر سر برنامه اتمی با ایران است آن سوی خبر را با چند رویداد داخلی از ایران ادامه می دهیم نخست تقاضای تجدید نظر بانک مرکزی ایران دولت آمریکا قرار است درباره پرداخت قرامت توسط ایران به قربانیان بمبگذاری سی سال پیش در مقر نیروی دریایی آمریکایی در بیروت لبنان تصمیم بگیرد دیوان عالی ایالات متحده آمریکا از دولت این کشور خواست درباره درخواست تجدید نظر بانک مرکزی ایران در حکم پرداخت قرامت یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون دلاری به بازماندگان قربانیان بمبگذاری سال 983 در مقر تفنگداران نیروی دریایی در آمریکا در بیروت اظهار نظر کند. به گزارش خبرگزاری رویترز دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه در حکم کوتاهی از دولت این کشور پرسیده است که آیا این نهاد باید تقاضای تجدید نظر بانک مرکزی ایران در این پرونده را بپذیرد و یا نه اگر دیوان عالی این درخواست تجدید نظر را نپذیرد ایران به پرداخت قرامت به خانواده های قربانیان ملزم خواهد شد بانک مرکزی ایران نسبت به حکم سال گذشته دادگاه استیناف نیویورک درخواست تجدید نظر کرده است بنا به این حکم مقداری از پول نقد ایران که در شماره حسابی در سیتی بانک نیویورک سپرده شده بود و توسط دولت آمریکا مسدود شده است باید به خانواده های قربانیان داده شود این پول در حال حاضر زیر نظر مقامات غذایی و در یک حساب سپرده ثابت به ودیعه گذاشته شده است کماکان با برنامه آن سوی خبر سخنان روحانی درباره قوه قضایی حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است خواهان روابط نزدیک با قوه قضایی است به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا حسن روحانی روز دوشنبه در دیدار مسئولین و مدیران قوه قضایی میگفت دولت به دنبال روابط نزدیک و صمیمی و گسترده با قوه قضایی است و بر این باور هستیم که با همکاری و هماهنگی می توانیم در اجرای قانون و مبارزه با فساد موفق باشیم. آقای حسن روحانی همچنین در ادامه اظهارات خود در این دیدار اشاره می کرد که مبنای دولت در این منشور قانون اساسی و قوانین موضوع خواهد بود و این منشور مبنای مناسبی در زمینه حقوق بشر خواهد بود تا در مقابل ادعاهایی که علیه جمهوری اسلامی ایران در دنیا می شود صدای ناحق آنها را نسبت به جمهوری اسلامی کوتاه و فریاد ما را رساتر کند. دولت آقای روحانی در دو سال گذشته در مورد افزایش نقض حقوق شهروندی مورد انتقاد بوده است و بخش عمده از این موارد ناشی از همراهی نکردن قوه قضایی با دولت حسن روحانی است آقای روحانی همچنین بدون اشاره مستقیم به سیاست دوگانه قوه قضایی گفته است که استقلال قوه قضاییه به این معناست که مردم احساس کنند تمام احزاب، رسانه ها، و جناها برای دستگاه قضایی در برابر قانون یکسان هستند ادامه برنامه آن سوی خبر با خبرهای دیگر خبری از ملاقات نهاوندیان رئیس دفتر روحانی با آیت الله صافی و برخی از فقها ها بنابر اخبار منتشر محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران روز گذشته به طور خصوصی و کاملا محرمانه با آیت الله صافی گلپایگانی دیدار کرد به گزارش ایسنا آقای نهاوندیان در این دیدار گزارشی از روند مذاکرات هسته‌ای و اوضاع منطقه در اختیار این مرجع تقلید قرار داده است در ماهای اخیر دولت روحانی توجه بیشتری به ارتباط نزدیکتر و در سطح بالا با مراجع تقلید نشان داده است در روزهای اخیر سخنانی در انتقاد از توافق اتمی از سوی آیت الله مکارم شیرازی در رسانه های تونروها مطرح شده بود که دفتر این مرجع بعدا آن را تکذیب کرد فرقی می میزنیم به روزنامه ها در همین خصوص در این رابطه روزنامه های زیادی نیز به انعکاس این رویداد پرداخته بودند از جمله روزنامه های طیف تحولخواهان از این دیدار این گونه تحلیل میکردند که رئیس دفتر رئیس جمهوری روز گذشته به قوم رفت تا در دیدار با مراجعه تقلید گزارشی از بیانیه سوئیس و موضوعات اقتصادی ارائه دهد محمد نهاوندیان با فقهای ساکن قوم از جمله مکارم شیرازی وحید خراسانی و صافی گلپایگانی دیدار و گفتگو کرد ادامه آن سوی خبر مجددا با سویه های تازه تری از سفر رئیس جمهوری کشور همسایه ترکیه به تهران رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در حالی امروز وارد تهران می شود که اعتراض تونروها به سفر او به تهران همچنان ادامه دارد به گزارش خبرگزاری فارس آقای اردوغان را در این سفر یک روز وزرای خارجه، اقتصاد، انرژی، گمرک، تجارت و فرهنگ و گردشگری همراهی می کنند سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس با اشاره به سفر اردوغان به تهران می گفت با توجه به اظهارات رئیس جمهوری ترکیه دولت نباید مجوز سفر وی را صادر می کرد. آقای نقوی حسینی که از نمایندگان تونروست می گفت متاسفانه دولت اقدامی در جهت لغو یا به تعویق انداختن سفر اردوغان نکرده و نمایندگان مجلس از این بابت خیلی ناراحت هستند. سفر اردوغان به تهران به دعوت شخص آقای حسن روحانی است و اما در همین راستا مجددا برمیگردیم به برخی از روزنامه ها یعنی سفر آقای اردوغان از که تا حدود جنجالی هم بوده به تهران روزنامه های بیشماری تحلیل های گسترده داشتن از جمله روزنامه شرق در یادداشت اصلی و یک شماره امروز خود با عنوان اردوغان و قدرت منطقه ایران به قلم اسدالله اطهری با روی کردی دوگانه به نقش این کشور همسایه می پرداخت و در پایان نتیجه می گرفت که در روابط دو جانبه با وجود اینکه نوع سیستم ها متفاوت است و در هر دو کشور عواملی هستند که نمیخواهند ایران و ترکیه به هم نزدیک شوند اما درک همسایگی خوب است ترک ها در عمل همسایگانی بهتر از عمان و اراق بودند از منظر نویسنده ی روزنامه شرق با توجه به پیامدهای تفاهم سیاسی ای در سوئیس سفر اردوغان به تهران اهمیت بیشتری یابد. ترکیه هم از پیامدهای سیاسی و هم از پیامدهای اقتصادی بیانیه هسته ایران متاثر خواهد شد. و باز کشته شدن مجدد نه مرزبان ایرانی مقام های ایران از کشته شدن نه مرزبان در استان سیستان و بلوچستان و در مرز پاکستان خبر دادند به گزارش خبرگزاری های داخل ایران اشرار مسلح شب گذشته با کمین در مسیر معموران هشت نفر از معموران مرزبانی در منطقه مرزی ایران و پاکستان حد فاصل با و پیشین به آنان حمله کردند. بر اساس اخبار رسیده در اقدام متقابل معموران مرزبانی نیز تا کنون سه نفر کشته و سه نفر را زخمی کردهاند. این خبر در حالی منتشر شده که صبح دیروز سپاه پاسداران اعلام کرد که یک گروه تروریستی را در نزدیکی همین منطقه منهدم کرده است. به گزارش سپاه نیوز سرتیپ پاسدار محمد پاکپور در تشریح جزئیات این عملیات می گفت که در پی اقدامات دقیق اطلاعاتی و کشف و شناسایی آثار تردد و استقرار یک تیم تروریستی وابسته به سرویس های جاسوسی بیگانه در ارتفاعات منطقه قصر قند نیروهای اطلاعاتی و عملیاتی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه عملیات انهدام این تیم تروریستی را با سرعت با قاطعیت آغاز و طی این عملیات سه نفر از اشرار مسلح را به هلاکت رساندند بنابر همین گزارش در این عملیات همچنین دو نفر که سپاه آنان را تروریست نامیده زخمی و گروهی دستگیر شدند آقای پاکپور گفته است که در این عملیات خسارات سنگین به تروریست ها وارد شد و از آنها مقادیر زیادی سلاح و مهمات و تجهیزات ارتباطی و الکترونیکی از جمله دویست کیلو مواد منفجره، فتیله های انفجاری، مهمات کلاشینکوف و تیربار و چاشنی های مکانیکی و گیت های الکترونیکی کشف و ضبط کردید. تهدیدهای تازه رئیس بسیج علیه آمریکا محمد رضا نقدی فرمانده بسیج و از تون رو دور تازه از حملات لفظی علیه آمریکا بر سر مذاکرات اتمی رو آغاز کرده است به گزارش خبرگزاری ها سردار محمد رضا نقدی میگفت: پس از نه روز مذاکرات نفسگیر در لوزان رئیس جمهور و مقامات آمریکایی منکر توافقات اصلی هستند و تفسیری متناقض ارائه می دهن. آنها تعهداتی که ایران داده را اضافه می کنن ولی تعهدی رو که به هیئت ایرانی داده را تحریف و انکار می کنند. آقای نقدی گفته است این مذاکرات یک بار دیگر ثابت کرد مقامات آمریکایی دروغگو و غیرقابل اعتماد هستند. ایشان با اشاره به سخنان مسئولین هیئت مذاکره کننده و رئیس جمهور درباره بیانیه ی لوزان ادامه میداد که همه شنیدیم که رئیس هیئت مذاکره کننده و مهمتر از آن شخص رئیس جمهور محترم در مورد توافقات لوزان گفته اند در توافق انجام شده بازرسی از مراکز نظامی و ورود به سایر ارسها ها اختلافی با آمریکا نیست نقدی همچنین در نقد رویه و روند مذاکرات این گونه می گفت که همه شنیدیم که رئیس جمهور ما گفت توافق انجام شده این بوده که همه تحریم های مالی اقتصادی و بانکی در همان روز اجرای توافق لغو خواهد شد رئیس سازمان بسیج مستضعفین آمریکایی ها را عهد شکن نامید و گفت برخلاف این اظهارات روشن رئیس جمهور محترم ما رئیس جمهور دروغو و عهد شکن آمریکا این وعده سریح را انکار می کند در روزهای اخیر چهره های تندرو به طور غیر مستقیم از نتیجه مذاکرات بر سر برنامه اتمی با غرب انتقاد فراوانی می کنند که منجر به بروز جدل های در روزنامه های دو طیف اصلاح طلبان و اصولگرایان نیز شده است سویه های تازه ای از قاضی معزول نظام فقها تازه ترین نامه نمایندگان مجلس درباره سعید مرتزوی پنج نفر از نمایندگان مجلس طی نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار پیگیری در تسریع صدور حکم سعید مرتزوی شدند به گزارش خبرگزاری فارس علیرضا محجوب احمد توکلی و علیرضا زاکانی نمایندگان تهران و نادر قاضی پور نماینده ارومیه سید حسین دهدشتی نماینده آبادان در نامهای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران پیگیری در تسریع صدور حکم سعید مرتضوی را خواستار شدند نویسندگان این نامه می گفتن بنابر قانون با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص مجلس دادگاه رسیدگی به این پرونده می بایست ظرف حد اکثر سه ماه نسبت به صدور حکم اقدام می نمود که متاسفانه تا کنون علا رقم گذشته شانزده ماه از ارجاع پرونده اقدام خاصی صورت نپذیرفته است این نمایندگان خواهان درخواست رئیس مجلس از قوه قضاییه برای رسیدگی به تخلفاتی شده است که بنابر گزارش نمایندگان مجلس آقای مرتضوی در زمان ریاست سازمان تأمین اجتماعی مرتکب شده است نمایندگان مجلس انتصاب آقای مرتضوی توسط محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت و احکام آقای مرتضوی را غیر قانونی خواندند. و با این رویداد وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و سویه های تازه ای از آن سوی خبر در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود